سلام سلام سلام، ویژه برنامه کتاب باز پیرامون شعر فلسطین و محمود درویش شروع شد. آقای اردشیر رستمی شاعر، جناب آقای علی داوودی شاعر، به کتاب باز خیلی خیلی خوش اومدین. قراره درباره شعر فلسطین صحبت بکنیم و به نوعی درباره شعر عرب. برنامه رو سه بخشش میکنیم. بخش اول درباره کلیت شعر معاصر فلسطین و شعر جهان عرب. بخش دوم اگر موافقی درباره محمود درویش به عنوان شاعر شاخص فلسطین و جهان عرب. و در بخش سوم درباره، چون آقای رستمی همیشه میگن که وقت کمه و به هیچی نرسیدیم، یه بخش هم درباره هر چی آقای رستمی خواستن درباره هر شاعری در جهان عرب خواستن حرف بزنن. خوبه؟ اصلا بخش سوم ویژه جامانده های شعر عرب از نظر آقای رستمی. شعر معاصر عرب و شعر کلاسیک جهان عرب چه تفاوت هایی دارن و شعر فلسطین چه ویژگی هایی داره؟ هر کدوم از بزرگان که میخوان لطفا جواب بده. به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و علی عزیزم. من اولا شاعر نیستم، مینویسم چیزهایی، ولی چون شعر رو یکم میشناسم از شعر میترسم. من چون شعر ناب رو میشناسم، شعر ناب شعریه که درصدی از اون مال آینده است، حتی خود شاعرش هم نمیدونه داره چی میگه. ببخشید اینو گفتم. بعد بریم سراغ علی عزیز شروع کنم، من جسارت نمیکنم. خیلی خوشحالم که علی جان تشریف آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم به همه عزیزان بیننده، هموطنان گرامی و جناب آقای سروش صحت عزیز و جناب آقای اردشیر مهربان. ممنون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتیم. هستیم خدمت شما. از شعر عرب شروع کنیم؟ از شعر، خواهش میکنم. یک جمله قریب به این مضمون جناب آقای شفیع کتکنی در اون بررسی شعر معاصر عرب دارن که در ظروف مرتبطه آب یک سطح دیگه در ایست. این تقریبا از این جمله چنین به اصطلاح نتیجه میگیره که هر اتفاقی که در ادبیات معاصر ما رو داده به نوعی ما میتونیم تطبیقش بدیم با جریان شعر معاصر عرب. و همینطور گذشته ادبی ما چندان متفاوت از هم نیست، به جهت قرابت‌های فرهنگی، تاریخی، سیاسی، همه اینا دست به دست هم داده که ما یک همخانوادگی بزرگی با شعر عرب داشته باشیم، چه در شعر گذشته چه در شعر معاصر. کما اینکه اصلا دوره و تاریخ نوگرایی شعر عرب هم با دوره ما یک تقریبا مثلا با دوره نیماست، نوگری مثلا نازک المراکه، اینا هم همون وقتا. بعد جالب شعر بودن 100 سالش. بله، بعد نوع شعری هم که باز دارن و از اون تفله شبیه شعر مثلا نیمایی ماست. این ارتباطات ناگزیر در مثلا همجواری شکل میده، به اصطلاح شکل میگیره و هست. خب ادبیات گذشته، ادبیات کلاسیک تعریف کلی داره که بالاخره فضائل عمومی و کلی و تثبیت شده رو همیشه تبلیغ میکنه و نوعاً هم بر مدح و توصیف مثلا مبتنیه و کشف ها در حوزه مثلا مضمون پردازیه، خیلی عمیق و اندیشه ورزانه نیست، یعنی نگاه خاص نیست، نگاه به ویژه فردگرایانه شاعر درش مثلا لحاظ نمیشه. خب دنیای نو دنیای فرد و انسانه دیگه، انسانه فرد. اینه که ما در شعر به اصطلاح گذشته عرب همون قصائد و نوعاً به اصطلاح، حالا خمریه ها در قرون به اصطلاح گذشته بوده یا اخوانی ها، مت سلاطین، یا نوعاً دیگه یک بخشی هم طبیعتگرایی و عشق عمومی که ویژگی به اصطلاح خاصی نداره، هم معشوق عمومی و با مسائل مرتبط از جفا و مهر و وصال و فراق. اما اتفاقی در به اصطلاح جهان عرب روی داده، عرض کردم که مقارن با کشور ما، و اون
چون موضوع بحث به اصطلاح شعر فلسی دیگه از بقیه بحثا پرهیز کنیم، می کنم متمرکز بشیم، چون در این زمینه حرف خیلی زیاد. ما یک جریان جوانی داریم به اسم شعر فلسطین که اصلا کلا مسئله فلسطین 100 سال در جهان مطرح شده، یک جریان جوان و اینقدر حرف داره و اینقدر پویا بوده. باید دلیل این رو دید، جایی که اصلا یک شاعر ملی نداشته چطور الان شاعرای جهانی داره، چه اتفاقی اینجا روی داده، چطوری که ما تا اسم فلسطین رو میشنیم حداقل ما شاعرها بلافاصله یاد چهره‌های شاعرش میافتیم، یاد شعر عرب و شعر فلسطین میافتیم. این از دو منظر به نظر من قضیه رو میشه تحلیل کرد. یکی برمیگرده به نقش و جایگاه شعر در فرهنگ عرب و به ویژه در این مسئله، و دو اینکه عرض میکنم به این مسئله از دو سوی ماجرا، یعنی همونایی که به اصطلاح فاجعه‌ای به اسم مثلا رژیم صهیونیستی اسرائیل رو قاصب رو به وجود آوردن، هم این طرف که جریان مقاومت هست. شما نگاه کنید اونجا ادیبا و شاعرها دستن در کارن. خود هرتزل که مثلا بانی و تئوریسین این ماجرا بوده، خودش ادیبه، نویسنده است، یعنی اساساً ایده داشتن یک کشور یک ایده، یک تخیل شاعرانه است. یعنی از اینجا شما نگاه کنید، اولین درگیری هم درگیری های شاعره است. ما میبینیم خود جامعه به اصطلاح همون ابتدایی، حالا تعبیر دیگه به کار نبرم، هنوز اون جامعه که هنوز تحت به اصطلاح جزء بخشایی از مثلا امپراتوری عثمانی و ترک ها است و بعدم انگلیسه، هنوز متفکر و اندیشمند و روشنفکر به اون معنا نداره. لذا شاعرها هستن که در این جامعه همه به اصطلاح این نقش رو بر عهده دارن، کما که در ایران خودمون همین جوریه. شما ملاحظه فرمایید نیما یوشیج صرفا یک شاعر نیست. اگر ما به اصطلاح تحلیل ادبی کنیم، خب خیلی ها ضعف دونستن کارهای نیما رو، میگن آثار ضعیفیه. اهمیت نیما اینه که بار فرهنگی یک به اصطلاح متفکر، فیلسوف، جامعه شناس، همه اینا رو به دوش کشیده و اساسا نیما نماینده نوگرایی و نودیدن و درک جهان نوه. همین اتفاق در جامعه عرب هم افتاده. لذا ما میبینیم از همون اول که قضیه مثلا کشور یهود مطرح میشه، شاعران هستن که واکنش نشون میدن. جالب بدونیم که اولین شعری که برای ماجرای فلسطین سروده شده 1906، یعنی 40 سال حتی قبل از اینکه اعلام کشور مثلا اسرائیل بکنن، این اتفاق افتاده. یعنی شاعرها اینقدر پیشتاز بودن، چون شعر شما اون شعر رو خوندین پیرامون چیه؟ چون اگر که اسرائیلی تشکیل نشده ده درباره وطن یا درباره مبارزه است، درباره مقاومت، درباره بله. ببینید خب توی ادوار شعر مثلا فلسطین که نگاه می‌کنم چند بخش، یک بخشش هوشیاری و بیداریه که بیداری همی... جهان عرب نه اصلا هنوز به مرحله عرب نرسیده، هنوز به اون شکل نیست، هنوز به بیداری هموطن ها. بعد اینا مواجه بودن با این اتفاقات مثلا مرموزی که داره رخ میده تحت به اصطلاح عمومیت بریتانیا، و احساس میکردن داره یک اتفاقی میفته. لذا شاعرها به میدان اومدن، در نشریات به اصطلاح ابتدایی که داشتن این کارا رو میکردن. حالا جالبه که از اون ور هم شاعران قوم یهود به اصطلاح، اون وقت اسرائیلی که نبود، شاعران یهودی جالبه که با اینا مناظره داشتن. اصلا کتابی هست، یک به اصطلاح مقاله‌ای هست به اصطلاح منتشر شده، مناظره یک شاعر فلسطینی با یک شاعر یهودی که اون داره دفاع میکنه، این داره به اصطلاح اعتراض میکنه. عرض میکنم که شاعرها از همون وهله اول به اصطلاح پایکار بودن و آماده بودن و این بینش رو داشتن و درک کردن. خب متأسفانه قدرت فرهنگی خب تعیین کننده نیست و قدرت سیاسی بود. از کجا بریم؟ چون بس به یه جایی میره. جناب داودی اگر اجازه میدین آقای رستمی، برای اینکه یک فاصله بیفته، بر ما از شعرهای عرب یک یا دو شعر بخونن و بعد بحث رو ادامه بدیم. ظرافت به اصطلاح نگاه و انتخابایی که داره آقای رستمی و اجرایی که داره بی‌نظیر و با حسالی که داره. قربونتون برم. و اگر صحبتی هم هست بفرمایید. نه مرسی علی، خب مطالعاتشون خیلی فرق می‌کنه با مطالعات به اندازه من که اصلا
ناچیزه در برابر مطالعاتشون فرق میکنه. من فقط حوزه شعر رو بخوام اشاره کنم که وارد بحث بشیم. تا دهه 90، یعنی از 50، 60، 70، 80، 90، هر شاعر عربی برای اینکه بگه من شاعرم باید برای فلسطین شعر میگفت. یعنی فلسطین خون شعر عرب بود. برای همین شما شعر فلسطین رو فقط در فلسطین نمیبینید. از آفریقا بگیرید میبینید تا آسیا. و اگر مهاجرین رو هم که اغلب خود فلسطینی ها هم مهاجر بودن در نظر بگیریم، تمام جهان رو در بر میگیره شعر فلسطین. این اغلب این شاعرها رفتن تو انگلیس و آمریکا، آلمان زندگی کردن و اونجا باز شعر فلسطین گفتن و این رو منتشر کردن. پس شعر فلسطین منهای جغرافیای فیزیکیش، جغرافیای متافیزیکی خودش هم داره که در روان شاعران داره حرکت میکنه در جهان. و این نوبرخورد، یعنی تسلیم نشدن، در خیلی از شاعرهای عرب ما میبینیم. حتی در رومانتیکهاش مثل نزار قباني هم ما میبینیم، یا سوسیالیستاش مثل محمد عبدالوهاب البیاتی، عبدالوهاب البیاتی میبینیم که الان میخونیم در ادامه مسیرمون. محمد الماغوت میبینیم، از احمد ابو مطهر میبینیم که میگه جالبه که اون رفتار با فلسطین رو و اون آرمان شهر رو تو کشورهای خودشون هم دنبال میکنن. مثلا احمد مطهر میگه که یه مدتی ورودش به خیلی از کشورهای عربی قدغن بود. احمد مطهر میگه مردم توبه کنید، خداوند گناهکار را میبخشد، خداوند آب را به ماست تبدیل میکند، خداوند یک روز ابلیس را هم میبخشد. اما سران کشورهای عرب بدانند هیچگاه بخشوده نخواهند شد. بعد میگه اگر خداوند، احمد مطهر میگه باز عراقی ها، اگر خداوند قرآن را به اعراب امروزی نازل میکرد و میگفت هر طور دلتان میخواهد چاپ کنید، در 5 کلمه خلاصه میکردند: قرآن کریم، صدق الله العظیم. بینی همشون ریشه هاشون از همون اعتراضیه که برای فلسطین داره. اینا تو همه شعرهاشون این ریشه وجود داره. حالا بیایم، ببخشید من یک شعر از عبدالوهاب البیاتی بخونم بعد بریم سراغ این. از شاعرای عراق باز، سوسیالیسته، ولی فلسطین آرمانشونه. تو همه اینها هست، یعنی آرمان فلسطین در شعر ایران هم هست، یعنی خیلی وسیع گستره جغرافیای متافیزیکیش عرض میکنه. عبدالوهاب البیاتی ببین شعر فلسطینه، ولی اصلا در مورد خودش فلسطینی نیست. مانند روزهای فراغت سربازان که از جنگ باز می‌گردند و مانند وحشت مسلول در شبی که گرفتار سرفه است، آوازهای ما چنین بود بی هر گونه سایه‌ای سرگردان بودیم و در انتظار شب و خبرهای پست بودیم. اینجا پناهگاه شماره 20 است. هنوز حال ما و خانواده خوب است. شپش و مردگان به خیشان سلام میرسانند. خاطرات پریشان و از هم گسسته میگذرند و نیز خیمه ها و باد و آینده و تاریکی مانند چهره های ما در هنگام کوچ کردن است. مادر، هنوز حال ما خوب است و گرگ ها در بیابان بیخوابی پی در پی زوزه می کشند. ای دوستان، از کجا شروع کنیم؟ از اینجا شب ابتلا به سرفه است و اخبار حزین و مکرر ما
از این قرار است، چیزی قابل ذکر نیست. یافا هنوز هست و دوستان هنوز زیر پلهایند و بالای تیرهای برق، بدون سر در هوا آویزانند و تکان می‌خورند و خون ما که ریخته شده هنوز بر دیوارهای قدیمی یافا باقی است و دوست‌ها نیز هستند و ملخ‌ها به مزرعه‌های قحطی زده ما هنوز حمله می‌کنند. مادر، از اینجا دارها و حریق‌ها از اینجا شروع کردند و ما شروع می‌کنیم و راه ناهموار و دراز است. ترسوی زبون زنده مباد. یافا، فردا موقع درو به نزد تو برمیگردیم، همراه پرستو و بهار و با دوستانی که از تبعیدگاه ها و زندان ها برمیگردند در موقع چاشتگاه با چکاوک ها و مادران. اینجا پناهگاه شماره 20 است. هنوز حال ما خوب است و خانواده و دوستان آواره از زاغه های دور به خیشان سلام میرسانند. علی عزیز یک شعر خیلی، شعر خودش در مورد لبنان و فلسطین داره. من پیشنهاد میکنم از شعرهای خودش اینا بخونن. شما داشتین میفرمودین. این نکته آخرم عرض کنم در مورد به اصطلاح شرایط شعر با موضوع فلسطین. فکر میکنم یکی از به اصطلاح دلایلی که باعث این اهمیت شده اینکه این فلسطین رسانه دیگه ای نداشت. در واقع شعر پرکننده غیاب رسانه‌ای مثلا رسانه قدرتمندی مثل سینما و رسانه‌های تصویری. حالا موسیقی دارن، اما شعر یک هنری بدون مرز، حداقل در جهان عرب که خب تعداد به سال زیادی کشورها این زبان هستن، میتونست منتشر بشه و اینا رو هم به لحاظ عاطفی، حسی، فکری به سال درگیر کنه. اینه که شعر اهمیت رو پیدا کرد و یکی این که شعر این سالها، یعنی این دهه ها، این قرن، یعنی بیش از صده، در همه مناسبات اجتماعی همپا بوده. یعنی از هم بیانیه بلفور بگیریم تا نمیدونم تا انتفاضه، تا نمیدونم اسلو، تا نمیدونم جنگ شش روزه، در همه اینا خب حالات مختلفی رو هم به صلاح طی کرده دیگه. یک وقت دوره ناامیدی و شکست بوده، یه وقت دوره امید، دوره مبارزه است، دوره به صلاح جنگ های چریکه. در همه این ما شکل های مختلفی از شعر رو میبینیم و در کنار موضوع، لا از منظر بیرون ما صرفا به عنوان موضوع نگاه میکنیم، اما از درون واقعا شعر در تجربه میکنه و پوست اندازی میکنه شکل های مختلفی از شعر. لذا ما میبینیم که شعر عرب زیر رو شده به واسطه مسئله فلسطین و صرفاً یک مسئله ای نیست که در فرهنگ، در ادبیات عامه رواج داشته باشه. اینکه شاعران عرب امروز مثلا اشاره خوبی کردن آیه رستمی عزیز که هر شاعر عرب برای اینکه مقبول بشه در جامعه عرب باید خودشو تثبیت کنه با یک شعر حداقل برای مثلا فلسطین. کما اینکه حالا من یکی از کتابایی که امروز چند تا کتاب گفتم شاید مناسبه بحث باشه امروز آوردم، آقای نظر قبانی خب یک بچه‌ای داره، یک به اصطلاح چهره عاشقانه سراست در واقع، اما خب اینم خب دو تا کتاب اصلا اختصاصا برای موضوع به اصطلاح مقاومت و بحث فلسطینی گفته. یکی از اونها که خیلی ارزشش خیلی آزاد به اصطلاح گفته کتاب جمهوری در اتوبوسه. ببینیم حتی شاعری چون نظر قبانی که خب خیلی هم میگفتن این خیلی بیدرد نسبت به حوادث اجتماعی، هیچ واکنش نشون نمیده، دخیل نیست، این هم کتابی در سمفونی پنجم جنوب کار میکنه. عرض میکنم این همراهی تطبیقی و گام به گام شعر با حوادث اجتماعی، با مردم، با جامعه و دیدن انسانها و هموطنان باعث شده که شعر این جایگاه رو داشته باشه. حالا در این سیر ما به صورت تقسیم بندی مختلفی داریم، از جمله اینکه مثلا شاعرانی که در داخل فلسطین موندن، شاعرانی که بیرون هستن، اونا یک ویژگی دارن. شاعرانی که از بیرون نگاه میکنن یا در تبعیدن، حب به وطن دارن، غربت احساس میکنن، همه خیلی تخ نگاه میکنن،
متقابلا شاعری که در خود فلسطین هست خیلی شعرش زنده تر و امیدوار کننده تره. چرا؟ چون با خود متن زندگی درگیره. از جمله یکی از اینا کیه؟ خود محمود درویشه که موضوع. اگر اجازه بدین ما همینجا بحث بله. رو بخش اولش رو تموم کنیم و بخش دومو با محمود درویش شروع بله. بکنیم. خیلی متشکرم. فقط بگم که جای دکتر احسان رضایی عزیز خیلی خیلی خالیه. البته آقای دکتر رضایی که این جلسه نبودن خیلی مؤکد میگفتن که چقدر خوبه که جناب داوودی میان، چون کارشناس خبره شعر عرب هستن. یعنی چند بار تاکید کردم به هر حال جاشون خالی هست. بله احسان خودش خیلی مطالعاتش هم خوبه و بحث خوب باز میکنه، یعنی دیگه راه افتاده بود بله. ولی خب تخصصش حالا به قول خودشون شاید در مورد بنده علی بیشتر در مورد عربش ارادتمند باشه. لطفاً مخلصی احسان عزیز جات خالی. سلام، امشب هم با سه پیشنهاد بسته پیشنهادی کتاب باز رو با هم مرور میکنیم. رابرت بنتون که تا سال 1979 با نوشتن آثاری مثل بانی و کلاید جایگاه خود را به عنوان فیلمنامه نویسی موفق در سینما به دست آورده بود، با اقتباس از رمان کریمر علیه کریمر نوشته اوری کورمن فیلمی ساخت که جایگاهش را به عنوان یک کارگردان معتبر تثبیت کرد. داستان فروپاشی زندگی مشترک آقا و خانم کریمر و تأثیری که این جدایی روی زندگی فرزند کوچکشان بیلی می‌گذارد. تد کریمر غرق در کار خود به عنوان کارمند یک آژانس تبلیغاتی است و کمتر برای رسیدگی به امور خانواده فرصت دارد. اما زمانی که همسرش جوانا او را ترک می‌کند، می‌بایست علاوه بر ایفای نقش پدر، زمان بیشتری را برای رسیدگی به فرزندش اختصاص دهد. تد که دوست ندارد حضانت فرزندش را از دست بدهد، با چالش‌های بسیاری برای حفظ او روبروست. داستان جدایی خانواده کریمر در نسخه سینمایی کریمر علیه کریمر متفاوت از کلیشه‌های مرسوم در قاب‌هایی با جزئیات قابل توجه روایت می‌شود و فیلم ما را به عمق بحران‌هایی می‌برد که شخصیت‌ها را گرفتار کرده و تحول آنها را به شکلی باورپذیر به نمایش در می‌آورد. به لطف فیلمنامه جذاب و بازی‌های تحسین شده داستین هافمن و مریل استریپ در نقش آقا و خانم کریمر، در سرتاسر فیلم با شخصیت‌ها احساس همزادپنداری می‌کنیم و در موقعیت‌های مختلف در مقام قضاوت برمی‌آییم. اما آنچه کریمر علیه کریمر را به فیلمی ماندگار و همچنان جذاب تبدیل می کند، به چالش کشیدن همین قضاوت ها با ارائه نگاهی موشکافانه و پر از جزئیات است. جزئیاتی که با گذشت بیش از 40 سال از اولین نمایش فیلم همچنان برای تماشاگر تازگی دارد. پیشنهاد مستند امشب ماشین تحریر کالیفرنیا به کارگردانی داگ نیکول. نوشتن مهمترین ابزار احساسات و انتقال دانش و تجربه است. از زمانی که انسان الفبا را اختراع کرد، همیشه ابزارهایی برای نوشتن ساخته و با آنها هر آنچه که به ذهنش می‌رسیده را روایت کرده. یکی از این ابزارها ماشین تحریر است. از سال 1870 که این دستگاه معرفی شد تا اواخر سده 20 ماشین تحریر یکی از ابزارهای جدا نشدنی دفاتر و ادارات و مشاغل مرتبط با نوشتن بود. از دهه 1980 به بعد کم کم نرم افزارهای ویرایشگر متن که بر روی رایانه شخصی اجرا می شدند باعث خروج ماشینهای تحریر از بازار شدند. اما هنوز آدمهایی هستند که عاشق صدای تقعی حروف ماشین تحریر روی کاغذ هستند. یکی از این آدمها تام هنگز، هنرپیشه مشهور سینماست. در مستند ماشین تحریر کالیفرنیا به کارگردانی داگ نیکول، از زبان او و چند علاقه‌مند دو آتشه نوشتن با ماشین تحریر دلایل این عشق و علاقه را می‌شنویم و می‌بینیم. شاید شما هم بعد از دیدن این مستند بروید سراغ انباری خانه و ماشین تحریر قدیمی خاک گرفته را آنجا پیدا کنید و شروع کنید به نواختن آن. و اما پیشنهاد موسیقی امشب نینوا اثر حسین علیزاده. در یک مهر 1362 آلبومی به بازار موسیقی ایران آمد که از همان روز اول تا کنون به یکی از آثار فاخر و متفاوت موسیقی ایران تبدیل شد. نینوا اثر حسین علیزاده. در این آلبوم نی نقش راوی را دارد و علیزاده این را از مصرع نخست مثنوی مولوی الهام گرفته. تا بسته پیشنهادی بعدی
خدا نگهدار. در بخش دوم قرار شد از محمود درویش صحبت کنیم. اصلا زمانه محمود درویش چه زمانه‌ایه؟ خودش در چه محیطی به دنیا اومده و ریشه های شعرش و نوع نگاهش چیه؟ بله، ما تا به اصطلاح مبحث شعر فلسطین رجوع میکنیم، 3-4 تا اسم شاخص هستن که سریع به ذهن متبادر میاد. سمیع القاسم هست، طوقان هست و توفیق زیات هست و یکی هم محمود درویش. محمود درویش خیلی موقعیتش ویژه است، چون متولد به اصطلاح فلسطینه و در همون جامون تا موقع به اصطلاح تبعیدش و تا همین اواخر تا 2008 خب در قید حیات بود و کار کرد، جوایز بزرگی گرفت و اینا. محمود درویش ویژگیش اینه یک سری از شعرهای شاخص معاصر عرب و فلسطین متعلق به محمود درویش. از جمله اون شعر مشهور بنویس عربم، 3 جلد عربی، بنویس عربم، من عرب میمانم به اصطلاح با چند تا فرزندم، میگه که اینجا من رفتگری میکنم، شده زیر از زیر سنگ اما روزی اینا رو در میارم و از اینجا نمیرم، تو خواهی رفت. یعنی از شعر اینجا شعر عاشقانه ریتا داره، عاشقی از فلسطین داره. بعضی از شعرهایی که واقعا زمزمه میشه در مثلا زبان عرب و ببیشه در ادبیات فلسطین متعلق به محمود درویشه. محمود درویش متعلق به دوره دوم شعر معاصر عربه، یعنی تقریبا مال دهه 50، متولد 1941 48 الان این قراش 41 بله، در واقع بس نسل اول نیست، نسل دومه و خودش چون در به اصطلاح فلسطین بوده، مبارزه کرده، زندان افتاده، بارها شکنجه شده. آقا میدونید که بخشی از مبارزات اینا مبارزات فیزیکی بوده. اصلا ما شاعری داریم قسن کنفانی که بمب گذاشتن تو ماشینش و شهیدش کردن، یعنی صرفا بحث شکنجه یا چیز نبوده اینا، یا سانسور نیست به اون معنا، یعنی برخورد فیزیکی شده با اینا. محمود درویش در واقعا زجر کشیده است و کلماتش آغشته به خون هست و با تمام وجودش شعر میگه. حالا شعر به نظر بشنویم آیه رستمی خوب عالی میخونن، دریغه که اختیار دارید بفرمایید. به سمیع القاسم اشاره کرد علی عزیز. سمیع القاسم هم شاعر خیلی مهمیه، خیلی مهمه. یعنی مثلا اگه ما بخوایم توی اعراب 10 تا اسم بیاریم، حتما سمیع القاسم یکی از همین هاست. سمیع القاسم میگه که شهر ویران شد، ساعت دیواری پا بر جاست. خیابان ویران شد، ساعت دیواری پا بر جاست. محله ویران شد، ساعت دیواری پا بر جاست. خانه ویران شد، ساعت دیواری پا بر جاست. دیوار ویران شد، ساعت دیواری پا بر جاست. هیچ فرقی برای زمان نمیکنه در کجای جهان چه اتفاقی داره رخ میده. چرا اینطوریه؟ چرا زمان نمیدونه به ما داره چی میگذره؟ آره، بعد بریم از محمود درویش بخونیم. شعراش بلنده محمود درویش. بله، اصلا شعر عرب تقریبا خودش میگه قصیده ما همین سمونه که شعر. شما در نظر بگیرید 8 سالت باشه، محمود درویش عرض میکنه، شیرین ترین روزهای کودکی و دوران کودکیت رو در روستای زندگی کنی که اونو جلوی چشمات به آتیش بزنن، به آتیش بکشن، دیگه نمیتونی تا ابد تو فراموش کنی اونجا. برای همین محمود درویش محمود درویش میشه، تمام رویاهاش رو آتیش بزنن یک انسان رو جلوی چشمهاش، تمام گذشته و آیندهش رو حتی. و کودک نمیدونه چیه، کودک هر کاری بکنه به اعماق اون رخنه خواهد کرد. بریم. چشمهای تو خاریست در دل، آزارنده اما ستایش انگیز. من آن را از طوفان در امان می دارم و شباهنگام با درد آن را می شکافم. این زخم هزاران ستاره را روشنی می دهد. مرا از اکنون به آینده می برد که از هستی من گرامی تر است.
و هنگامی که چشمم تو را میبیند فراموش میکنم که روزگاری ما دو همزاد بودیم در پشت دروازه. واژه های تو سرود های من بود، کوشیدم دیگر بار بخوانمشان، اما زمستان لبهای سرخ تو را پوشانده بود. گنجشک به پرواز در آمد، درها و آستانه زمستانی من بر جا ماند، آینه ها من شکست، غم ها به سراغ من آمد. ریزه های صدا را گرد آوردیم و تنها دانستیم که چگونه بر سرزمین پدری مویه کنیم. بلنده. نوشتم بر اسکله ایستادم، باد میوزید، تنها پوست نارنج خورده بودیم و پشت سرمان شنهای بی پایان گسترده بود. تو را در چاه‌های بی انتها دیدم، تو را در انبارهای قله دیدم، آن چهره در هم را، تو را در قهوه خانه های شبانه در حال شستن ظرف دیدم، تو را در دهانه قاری دیدم که ژنده های کودک یتیمت را می آویختی، تو را در دودکش ها دیدم، در خیابان ها دیدم، در آغل ها دیدم، در قطره های خونی دیدم که از خورشید می چکید، تو را در نمک دریا دیدم، در هر دانه شن، و تو همچون زمین همچنان زیبا بودی، با واژه های شیرین تر از شانه عسل سوگند میخورم از مژه ها برایت روسری خواهم بافت. تو فلسطینی هستی و فلسطینی خواهی ماند. دلدار باکره، گندم با وفا، ما فضا را با سرودهایمان خواهیم شکافت و باربری را در بذرهای خفته خواهیم نشاند، و تو همواره نخلی خواهی بود در دل که در برابر طوفان خم نمی شود، به ضربه های تبر بی اعتناست و از چنگال گرگ ها به دور. چشمانت فلسطینی است و خال گونه هایت فلسطینی است، نام تو فلسطینی است، اندیشه تو، پوشش تو، پاهای تو، اندام تو فلسطینی است، واژه های تو، صدای تو فلسطینی است، فلسطینی زندگی میکنی و فلسطینی خواهی مرد. بلند دیگر جناب داودی، شما هم برای ما لطفا یک شعر بخونید. زنده باشید. من اون شعری که از محمود درویش اشاره کردم یه بخشایشو میخونم، اگه اجازه بدی قبل از اون یه در سر زمان کوتاه من معرفی کنم چند کتابی که به نظر من جا داره و جالبه که بالاخره در کشور ما در مورد ادبیات فلسطین این چند دهه به اصطلاح شاید از همون 60 ساله که ما ادبیات فلسطین هم سروده شده هم ترجمه داریم. یک کتابی هست به اسم درخت زیتون یا شاخهای زیتون، این یک ترجمه داره تقریبا 50 سال پیش. اگر بگیرین که این دوربین ما بل. ببینه بل. این دو ترجمه داره، این ترجمه به اصطلاح مال قبل از انقلاب اسلامیه و یک ترجمه اخیراً جناب این دو تا از آیه طاهبازه و آیه امامی به اصطلاح تحت نظارت آیه امامی اینا. اگه دومی رو هم دوباره یکم بگیرین که دوربین بتونه بگیره. درخت زیتون، گردآوری، قصدان کنفانی، ترجمه سیروس طاهباز. بله بله. این ویژگی این کتاب چیه؟ این دوتاش از یک کتابه، یعنی یکم قصدان کنفانیه ولی با یه ترجمه دیگه است. ویژگی این کتاب اینه که اولین مجموعه تقریبا گردآوری شده و پژوهشیه شعر فلسطینه که توسط خود فلسطینی قاسم کنفانی، خود شاعر فلسطینی بود که به سراغ کشتنش، این گردآوری کرده و منتشر کرده. رضا خیلی به متن ماجرا نزدیکه. بعد از اون ما چند کتاب دیگه داریم که کار پژوهشی. من این رو معرفی میکنم به دوستان عزیز، این کتاب رو فلسطین و شعر معاصر عرب،
خالد الف سلیمان ترجمه شهره باقری و دکتر عبدالحسین فرزاد. خب ویژگی این کتاب اینه که خب زمینه‌های شکل‌گیری ادبیات فلسطین رو به اصطلاح در پیوند با مسائل اجتماعی سیاسی و تاریخیش اومده توضیح داده بر کسایی که میخوان کار پژوهشی کنن و آشنا بشن. خیلی منبع خوبیه و تقریبا بی‌نظیر منابع موجود. این کتاب تقریبا 25 سال پیش منتشر شده و از سری کتابایی که ادبیات معاصر عرب و فلسطین رو اومده به اصطلاح تحلیل کرده معرفی کرده، تقریبا همون چهره ها و تقریبا آثار هم مشابه به همه، چون مثلا یه تعداد چهرهش ثابت داره، همین سامی قاسم، محمود درویش و اینها رو اومدن و با آثارشون، یکی از اینها ترجمه آقای موسی، دکتر موسی بیدجه، بله، فراتر از خون، انتشار ترجمه های شاخص، بله، شاخ عرب، بله، انتشار پاریزی. یک کتاب دیگه باز از دکتر عبدالحسین فرزاد، بله، رویا و کابوس، شعر پویای معاصر عرب که انتشارات مرواری سری هست. این سری که این شماره 5 اون، بله، سری، ولی این چون مختص شعر عرب و شعر فلسطینه باز منبع خوبیه. و یک کتاب دیگه هم هست، این را معرفی میکنم، تقریبا در همون سیره، بله، ما یک ترجمه از ایشون آدم دیدیم از به اصطلاح کار کنفانی و این کتاب هم تقریبا به سیاق همون کتاب های دیگه است، ولی از مرحوم تاهبازه. بله، تپه آویشن مجموعه شعر، برگردان سیروس تاهباز. بله، تپه آویشن اتفاقا یکی از شعرهای شاخص محمود درویشه. چقدر 50 بله، سال پیش این کتاب ترجمه شد. بله، 50 سال پیش. بله بله، عرض میکنم که ما اصلا دهه ها سابقه داره شعر برای فلسطین در اینجا. من حالا یک چند سطری از اون شعری که عرض کردم و میخونم و یک جاری است که گسترده می شود، به یاد می آورم چگونه دست هایت به روی قلب من همچون پرنده‌ای پرزد. عشق من از رنج آذرخش دل تیره مکن، آن را به افق‌های تیره واگذار، اما دل به اندیشه‌های دیگر بسپار، اندیشه بوسه‌های خونین و روزهای تشنگی و مرگ، مرگ من و غم‌های سوگواری. روسری‌های بدرود ما کفن ماست و چون باد در خاکستر می‌وزد، خون در دره‌های ژرف می‌جوشد و اشک‌های آرزومند در بادبان‌های سندباد از خطا به صدای خاص سرریز می‌شوند. عشق من به سوی من بازگرد، روسری ها از دوری ما آه می کشند، نغمه عود را با آنان بازگردان، نه آه بدرود را. و ادامه داره که ویژگی های زندگی و جامعه ادبی و بافت طبیعی اون چقدر منعکسه و نوع روابط به اصطلاح عاطفه اونجا چقدر گسترده است. گرایش ها در شعر به اصطلاح فلسطین خب چند تا شاخصه کلی داره، مثلا ملی گرایی، قومی گرایی، مثلا جامعه عربی اینا، اما بخش مذهبی چندان برجسته نبود در شعر فلسطین. یعنی اون چیزی که مصطلح باشه ما استخراج کنیم بگیم این شعر مذهبیه، اما به واسطه پیوند و ارتباطاتی که داشتن به ویژه شاعرانی که در لبنان حضور پیدا کردن، خب در لبنان، حتی در بین مسیحیای لبنان یک فرقه ای هستن که ارادت شدیدی به اهل بیت خصوصا به امیرالمومنین دارن که نمونهش، نمونه بزرگش همون جورجی، زیدان جورجی، جورداغ مشهور بود. مثلا یه طیفی از شعرا داریم که شعر برای اهل بیت و امیرالمومنین گفتن. یه تعداد از شعرای فلسطینی هم که اونجا بسا حضور پیدا کردن تحت تاثیر این گرایش شعر دارن برای اهل بیت و امیرالمومنین دارن. از اون به اصطلاح مقطع زمانی تقریبا میشه گفت که قریب به مثلا 4 دهه پیشه که اردوگاه‌های مثلا فلسطینی در لبنان و در کشورهای عربی خب زیاد شد، به ویژه اونایی که در لبنان هستن، این جنبه مذهبی و نگاه مذهبی، گرایش مذهبی در شعرهای اینا تقویت شد که پیامد اینا رفت در انتفاضه خودش رو نشون داد. شعرهای بعد از انتفاضه پیوندش با مسائل مذهبی عمیق‌تره، همونطور که شما می‌بینید در شعر نزار قبانی عاشقان سرا
دار، شعر برای غزه و قانا گفته، شعر برای میگه چون عبای امام حسینی قریب به این مضمون رو داره. عرض کردم که یکی از شاخصها بحث مذهبی بود که از اون مقطع خاص شد. بفرمین از محمود درویش لطفاً باز هم شعر بخونید. ممنون علی عزیز اطلاعات کردید. این کتاب همین شما واردین دیگه، علی مثلا اومد کتابا رو معرفی کرد، عکساشو نشون داد، من اصلا این کارو نکردم. این شعر عبدالوهاب البیاتی که خوندم از گزیده ای از شعر عربی معاصر با مقدمه و انتخاب دکتر مصطفی بدوی، ترجمه دکتر غلام حسین یوسفی، دکتر یوسف بکار، نشر اسپرک. نشر اسپرک. گزیده اشعار محمود درویش، جاهد جهانشاهی، زندیات، سید علی صالحی، اردشیر رستمی. شما اون جزء مترجمان؟ نه خیر، من ترجمه کردم. نشر دیگر. آخرین قطار به آخرین ایستگاه رسید، اما کسی نبود، کسی به استقبال زن نیامده بود، نه دست گلی سرخ و نه پرواز کبوتری حتی. زمان گذشت و شعر هیچ میلی به دانستن نداشت. دریغا عشق، قطار غزلهای ما را باور مکن و دیگر چشم به راه چراغی نباش، کسی نخواهد آمد. آخرین قطار به آخرین ایستگاه رسید و کسی نبود که باز به آینه باز گردد، هم به تماشای نرگس نورسته‌ای حتی. پس من این ترانه را جز در خاموشی خیش کجا خواهم خواند؟ اینجا هر آنچه به پایان رسیده است به پایان رسیده است، اما رسیدن به این بی پایان بی پایان کجاست؟ سایه سار من و سرزمین من کجاست؟ دریغا عشق، دریغا عشق، هرگز قطار غزلهای ما را باور نکن. آخرین گل سرخ پژمرد و آخرین قطار به آخرین ایستگاه رسید. محمود درویش در جوانی 3 بار 4 بار زندان میفته، بعد دیگه نمیتونه بمونه فلسطین، میاد قاهره، اونجا با سمیالقاسم میرن، بعد میرن بیروت، لبنان میرن، بعد فرانسه میره، بعد کشورهای اروپایی میرن، و همیشه این حسرت فلسطین در درون اینه، در واقع مثل یک پرچمی در قلبش فلسطین رو داره، سرزمین به سرزمین، ایستگاه به ایستگاه، محمود درویش داره اینو میبره. خیلی ممنونم، خیلی خیلی متشکرم. در بخش بعدی میریم سراغ بقیه شاعران عرب که درباره فلسطین و در واقع شعر مقاومت شعر سرودن. خیلی خیلی ممنونم. شب 21 بر دیوار هر خانه کلماتی هست، واژه هایی که با گذر زمان کم کم بر تن دیوارها بر جای ماندند، واژه هایی که رد دست ها و تماس هاست، رد باران شاید، رد اشیا و ترک ها و دود ها و آه هاست. تو عادت داشتی جلوی آن پنجره بزرگ بنشینی و قناری ابلق را صدا کنی، همین پنجره که پایش باغچه شمعدانی های دورنگ بود، باغچه‌ای که نم بر دیوار نشاند و به ناچار کورش کردیم، و رد بزرگ باغچه تا همیشه بر تن دیوار خانه ماند زیر همان پنجره بزرگ. یا این ترکی که پس از زلزله مرداد بر سقف خانه نشست
و رد دست هایت که همیشه عادت داشتی یک دستت را بگذاری روی دیوار و با دست دیگرت در را باز کنی. دست هایی که خورش ها را هم می زد و سبزی ها را پاک می کرد و جوهر در مرکبدان می ریخت. رد باغچه، رد زلزله، رد دست هات، همه و همه کلماتی هستند برآمده از رابطه من با تو. آن ترک بلند شکل واژه اندوه است، این لکه بر پیش بخاری شبیه نام تو. و وقتی دقیق تر نگاه می کنم، باقی همه رد دلتنگی است. من باور دارم خانه احوال آدم ها را در خودش نگه می دارد و خانه های متروک شبیه آدم های ترک شده ترک می خورند و روزی فرو می ریزند. لطفاً در این بخش درباره سایر شعرهایی که درباره فلسطین و شعر مقاومت شعر سرودن هم بفرمایید. علی عزیز بفرم. خب حادثه مثلا فلسطین از یک منظر حادثه ایدئولوژیکه دیگه، بس درگیری مسلمان، از یه طرف حادثه قومیه که عرب درگیر هستن، اما بعد مهمش حادثه انسانیه. لذا اونجور که طبیعی به اصطلاح توقع میره شاعران زیادی صرفا از این منظر واکنششون دادن. خیلی از اونایی که نسبت به خود شکل‌گیری به اصطلاح اسرائیل بی تفاوت بودن، اما در مسئله مثلا غزه شعر گفتن، یعنی چون اونجا بود خیلی عاطفی انسانی بود. این رویکرد رو در خیلی جاها میشه پیگیری کرد و خیلی از شاعرایی هم که چه در داخل به فلسطین چه در بیرون، از جمله شاعران به اصطلاح برجسته ای که برخی از اینا شعراشون رو به سردش عزیز خوندن، از جمله مثلا سمیر قاسم فدوی طوقان و شاعران پیشکسوتی که به اصطلاح طوقان تقریبا شروع کننده این جریانه دیگه. بعد میاد نسلای به اصطلاح بعد و نسلای همچنان امروزی و از مرزها فراتر میره، حتی از جهان عرب هم فراتر میره ماجرا. و ما میبینیم بود شعری که چند سال پیش از گونتر گراس منتشر شد در مورد فلسطین و علیه اسرائیل گفته بود. خب در کشور ما که طبیعیه، خب ما بسیار پیوندامون چندگانه است و به ویژه بعد از اعلام روز جهانی قدس اینا که دیگه خیلی به اصطلاح عمیق‌تر شد. اما جالبه که واکنش شاعرای ما صرفاً به واسطه مسئله انقلاب و این تقسیم بندی های به سال سیاسی منان نبود. ما شعر از به سال اسماعیل شاهرودی داریم، از مرحوم سپانلو داریم، برای آسیمین بهبهانی داریم، همه این کسایی هستن که خب شعر گفتن. یا شعری که آقای گرمارودی گفته سالها قبل از انقلاب بود، مرحوم سفارزاده گفت همینطور. خب شاعران جوانتر و امروزتر که دیگه اصلا بعضن که کتابی رو مستقل برای فلسطین و قدس و مسائل به اصطلاح. خود شما هم یک کتاب در مورد لبنان دارید؟ بله، درباره که میشه اگر کتابتون رو معرفی بفرمایید. بله، از اون که خب من خودم شخصا درگیریم با مسائل به اصطلاح مقاومت اینا برمیگرده به مسائل جنگ 33 روزه که سر شعر اون وقت تقریبا اولین شعرهایی بود به صورت جدی شعر نو گفتن. چون ما من خواهش کنم هم کتابو معرفی کنید و هم یکی از اشعارتون رو بخونید. خواهش میکنم. این کتابی هست اسم سوء تفاهم. بله، مجموعه شعر علی داوودی که اینجا چاپ سومشه و ناشرش هزاره ققنوس.
این کتاب تقریبا قالب و تقریبا همه شعرهاش به گونه شعر مقاومته، یعنی از مسائل عراق و افغانستان و نمیدونم از هر جای اقصا نقاط دنیا، از بحرین و اینا رو به اصطلاح پرداخته شده، و بعضی هم موضوعات مقاومتی انسانی، یعنی خیلی سیاسی نیست. من حالا یکی از این شعرهایی که خب چند تا شعر در اینجا راجع به لبنان هست، یه بخشی از شعری که راجع به فلسطین هست یه بخشی از این رو میخونم و میریم سراغ اون کتاب دومی که اشاره فرمودن. دراز کشیدم در خاطره گنبدی کهن که در قلبم میدرخشد، کجاست جایی که نخواستم در جغرافیای واقعی در سینه رودها و شانه کوهها جستجویش کنم، در حرارت بالای 50 درجه، زیر 0 درجه، در بیماری های واگیر، در بیکاری، بی پولی، بی همزبانی. فلسطین کلمه ای در سرخط اخبار، شعاری در راه پیمایی ها، پرچمی که در هیچ مدرسه ای نصب نشده است، مهمانی در مجلس که جایش همیشه خالی بود. بسیار عالی. این شعر یکی از شعرهای چی بود؟ کتاب بعدی؟ بله. من خب 2 تا سفر به لبنان داشتم و سفر دوم که رفته بودم در سطح اون مدتی که اونجا بودم یک مجموعه رو گفتم که حال هوای خود مثلا هم فضای مدیترانه و اونسی که ما با این فضا داریم خود به خود آدم ترغیب میکنه و ادبیات واقعا عرب خیلی ادبیات سیالیه، یعنی آدم وقتی میخونه خود به خود طبعش روان میشه، اینکه خیلی متأثر از اون فضاست و ترمنگ به نوعی شرح سفره، یعنی اصلا به مسافرت و به لبنان کار نداره، یک فضای تغزلی. حالا بعضی میگن عاشقانه، ما بزنم خودم کتاب کتاب زندگی، از شروع رفتن هواپیما حس دوگانه است از شکوه و درماندگی، غروری پا در هوا، عقاب ها بهتر میفهمند طبیعت امکان رهایی است، ملو شدن مثل رود، زوزه مثل گرگ، دراز دستی شاخه ایست تا میوه‌اش را برساند. آدم ها خود را رها کرده بودند از قالب تن. بعد میگه سلام لبنان، شاخه های زیتون در گرمی دهانم جوانه زدند، سیب های سر شعله ور بودند و نیوتن در باغ نبود. این سیریه اینجور میاد و به مسائل مختلف اونجا پرداخته شده. اینجا دریا همسایه مسیحی است که برای عبادت به ساحل مسلمان می رود. دختری مسیحی بود به گمانم ماریانا که گل سرخ محمدی را بو می کرد و می دانست که فرق دارد با ادگلون، فرق دارد مریم مقدس با مادر من. در بندر بیروت، در بیروت بندر الهگان بلند قامت، جلس صغیرها همه چیز را وارد می کنند جز عشق که صادراتی است. دیوارها از شانه های هم بالا رفتند با گلهای ختمی سرک کشیده از پنجره ها، شهر چون خواب و بیداری تنیده در هم، چندان که کودکان به جایی یکدیگر به دنیا می آیند و مردم به جایی یکدیگر می میرند. خانه ها آنقدر نزدیک که می توانی پنجره ای را باز کنی و وارد قلب همسایت شوی. بسیار عالی. یک منظومه است دیگه کلا، و پیوست این هم یک چند شعر کوتاه، دلم نیامد صرفا بود عاشقان و زندگیش رو ببینم، چند تا شعر کوتاه برای کشتگان اینجا زدن، برای عاشقان به کشتگان عشق تقدیم کردم برای اونا. بسیار عالی. منو یاد جمهوری در اتوبوس انداختی. اینا معرف کنم جواب بیرود از شهر سند. جمهوری در اتوبوس منو یاد کتاب نزار قبانی انداختی برای اون ساحل هایی که دیده بودید توی لبنان. بله. پس لطفاً بخونین شما برای ما شعر.
در این برنامه خیلی کم شعر خوندین آقای رستمی. شما من با یه شاعر انداختیم من که دیگه نمیتونم. ارادت مندم بفرمین. آره از محمود درویش هم باز زیاد بخونیم. یه مادر عبدالله نامی بود، ام عبدالله، در فلسطین که توی سینی سنگ جمع میکرد و برای انتفاضه کمک میکرد. کارش همین بود، سنگ ها که تمام میشد دوباره سنگ میکرد. پسرش شهید شده بود. سمیع القاسم یک شعر برای عبدالله داره. میگه عبدالله میخندید، او را پیش حاکم شهر بردند، عبدالله آنجا هم میخندید. زبانش را بریدند و رهایش کردند، ولی عبدالله باز هم میخندید. باری دیگر او را پیش پادشاه بردند و این بار دست هایش را قطع کردند و در شهر رهایش کردند، ولی عبدالله باز هم میخندید. باری دیگر او را پیش پادشاه بردند، عبدالله آنجا باز هم میخندید. این بار پاهایش را قطع کردند و در بیابانی رهایش ساختند. از آن روز دیگر هیچ کس عبدالله را ندید. بعدها خبر آوردند که یک نفر عبدالله را دیده است که چشمانش را به عقاب کوری هدیه کرده بود و در حالی که میخندید جان داده بود. سمیع القاسم. نزار محمد الماقوت، ترجمه موسی بیدج، ادبیات سرخ پوست، نشر نگاه، انتشارات نگاه. موسی بیدج عزیز که ما با هم در ما شب‌های عربی داشتیم با هم و شعر می‌خوندیم با شاعرای عرب. سلام می‌کنم از اینجا به ایشون و جاشون خیلی خالیه تو برنامه‌مون. خسته نباشی موسی عزیزم با این ترجمه‌های خوبت. این که عرض کردم اوایل بحثم، فلسطین یک متافیزیکه که همه شاعرای دیگه هم برای زنده بودنشون باید برای فلسطین واکنش نشون میدادن. محمد الماقوت میگه این شعر رو: نزار قبانی دوست من، زیبایی زبانت را و هر آنچه درباره سطحی بودن آن میگویند به من قرض بده تا شعرها و احساساتم را عمیق‌تر کنم. و تو آدونیس، سطحی از ابهام و مهالودگی زبانت و هولناکی میراث و بلند پروازی هایت تا شعرها و احساساتم را ساده کنم. و تو محمود درویش، یک جمله از شاعرانگیت و یک ایستگاه از سفرهایت و مشتی از خاک آرمانت را. و تو ای انسی الحاج، میخی از صلیب و ساعتی از عزلت و انزوایت را. خواستم بگم که فلسطین در همشون هست. مثلا انگار یک خانواده باشن. بله بله، دقیقا. مهم نیست که ما رو کدوم کشور عربی هستن یا از کجای دنیا، حتی گونتر گراس آلمانی، ولی انگار همه با هم زیر یک پرچمی جمع شدن و یک خانواده واحد رو ساختن. بله. ای شمشیر بلند فلسطینی، محمد الماقوت باز، چرا همان روزگار از پایم در نیاوردی؟ پایم را به هر سوی کشاندی و ستارگانم را در هر آسمانی پراکندی و مجبورم کردی که در خیابانها و بوستانهای عمومی بخوابم و با نگهبانان و رفتگرها شب زنده‌داری کنم و به داروخانه های شبان روزی و اورژانس ها سر بزنم و عضو احزابی شوم که مرامنامهشان را هنوز نخواندم و در راه پیمایی هایی که نمیدانم برای چیست شعار بدهم و عکس رهبران و شخصیت هایی که نمیشناسم آویزان کنم و سر هر مرزی دست هایم را بالا بگیرم و جیب هایم را خالی کنم. و مجبورم کردی که شعرهای عاشقانه و نشانی های مخصوص را درون کفش یا لباس های زیرم قاچاق کنم. بحث موزه فلسطین بود، اینا رو خوندم. خواهش میکنم شما هم یک شعر برای ما بخونید و برنامه رو تموم کنید. خواهش میکنم. من بعد از این یکی دیگه میخونم. چشم. ببخشید.
علی عزیزم ببخش. خواهش میکنم. این شعر به اصطلاح یک جور گفتگوی خود یک سرباز اسرائیلی با خودش به یک اینا عذاب وجدان که بخشی از اینها یعنی در دست من انسان نوعی نیست، این یک قدرته، یعنی اون ناگزیری زندگی در به اصطلاح اجتماع. پیشانی نوشتش هم به اصطلاح یک عبارتی از کتاب حزقیال نبی آوردم: پیران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تماما به قتل برسانید. و اما تو ای ابراهیم، تو اگر یک خانه این طرف در متولد شده بودی، تو اگر یک یهودی معتقد بودی چه می کردی؟ وقتی تمام آیات خدا از تو می خواهند ماشه را بچکانی، تازه کشتاری هم نیست، دکمه را می زنی، بقیه به علم و قدرت خداست که جنهای عرب را غیر فعال می کنه. تو بودی چه می کردی ابراهیم؟ من که سرم شکاف برداشت بس که این ذکر را کوبیدم به سنگهای مقدس دخته. ابراهیم دستانم را بسته، این خدا کاش این چاقو نمی برید و من حجتی بر ترک عمل داشتم. کاش امروز همه تفنگ ها گیر کنند. کاش به جای کودکان غزه گله های پروار قوچ از بهش می آمدند تا قربانیان خدای نفت فراهم باشد. ابراهیم، در شهر تو چه کسی مشعل را افروخته است؟ کودکان و مهد کودک‌ها را ویران می‌کنند، می‌کشند گل‌ها و رنگ‌های شاد شابرکا را، می‌کشند دریا را تا امیدی نباشد. اما هر زمستانی آخر سال تمام می‌شود. محمد الماغوت. خیلی شعر بزرگیه. میگه به اینجا که رسیدی راه نماهایت را رها کن، اینجا شرق است، جایی که هر برزگر پیری میتواند تاریخ سرزمینش را در دو بیت برای تو خلاصه کند، در حالی که به خیمه خود تکیه داده است و سیگار میپیچد. احمد مطر ببخشید، احمد مطر میگه که از من پرسیدند آیا ما فلسطین را، ما قدس را آزاد خواهیم کرد؟ گفتم نه، قدس شما را آزاد خواهد کرد. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم از شما و خیلی متشکر که برنامه ما رو دیدید. اینم میخوندیم، اینم میخوندیم. بفرمایید. ببخشید. نزار قبانیه. اگر از فلسطین غمگین برای ما ستاره یا پرتقالی می آوردند، اگر از کرانه غزه سنگ ریزه یا صدفی، اگر در 25 سال زیتون بنی را آزاد کرده بودند یا لیموی را بازگردانده بودند و رسوای تاریخ را می زدودند، من قاتلان تو را سپاس می گفتم. بلقیس همسرش: معبود من تا مرز سرمستی، اما آنان فلسطین را رها کردند و آهوی را از پا در آوردند. ای یار، تو را از دست من چیدند و شعر را از لب من، نوشتن را، خواندن را، خورد سالی را و آرزوها را به یغما بردند. بلقیس، تو آن اشکی که بر مژه کمانچه می چکید، زیبای من، در سایه سار خدا بخواب که پس از تو شعر ناممکن شده است، زن هم ناممکن شده است. بازم ممنونم، متشکرم از شما که برنامه ما رو دیدید و خدا نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. جیغ ها و خسخس های ناشناس بودیم، همان اول شب که کتاب را واسطه کردیم شناخته شدیم، توی هم همه سند گرو گذاشتیم، بعد گفتند می توانید بروید خانه، آزاد شدید،
بقیه شب را اگر ماندیم خودمان ماندیم. خواستیم همان حوالی راه برویم. چقدر خوش گذشت.